بررسی رویدادهای هفته، برنامه‌ای از بیژن افتخاری. تجزیه و تحلیل رویدادهای هفته از نگاهی دیگر، ارمغانی از رادیو تلویزیون مانی. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم در یکی دیگر از برنامه‌های بررسی رویدادهای هفته. دوستان گرامی، ما همطور که وعده داده بودیم امروز دعوت کردیم از صاحب نظران و متفکرین عزیز ایرانی خودمون در خارج از کشور که به موضوع بسیار اساسی که مدت هاست داریم در موردش صحبت میکنیم بپردازیم و شاید بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم. ببینید دوستان گرامی، ما در سال 1357 یک مشکل بزرگ داشتیم و اون این بود که تصورمون این بود که قرار شاه بره. بسیار خوب، تا اینجاش همه موافق بودن، اما نمیدونستیم که بعدش قراره چه اتفاقی بیفته و کسی هم نبود که در این مورد زیاد برای ما توضیح بده. نتیجتا مردم با تصور اینکه حالا شاه میگفتن تا این شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، امیدوار بودن که این اتفاق میفته و بعدش دیگه خوبه، دیگه شاه بره، دیو که بیرون رود فرشته در آید. و دیدیم که چه بلایی سر ما ملت آمد. این بار امیدوار هستیم که ما به ازای اینکه نمیخوایم جمهوری اسلامی رو، یه دیدی داشته باشیم که چی میخوایم عوضش. اگر جمهوری اسلامی قراره بره، پشتش چه اتفاقی قراره بیفته. این اون نکته است که به نظر من بسیار اساسی است و ما تا این رو برای خودمون قشنگ حلاجی نکرده باشیم نمیتوانیم به مسیری برویم که مسیر درستی باشه. در این زمینه ما در رادیو تلویزیون مانی تلاش کردیم که این موضوع رو اولا عمده کنیم و بعد هم براش جواب بیابیم. به این دلیل هم دعوت کردیم از دوستان متفکری که در خارج از کشور تشریف دارن و سوابق روشنی هم دارن تا تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو بگن. در این مسیر دعوت کردیم از جناب آقای دکتر علی جوادی، جناب آقای دکتر رضا مریدی، جناب آقای دکتر حسین لاجوردی، جناب آقای فرامرز طاهری و جناب آقای دکتر هودشتیان گرامی. هر کدوم از دوستان تشریف آوردن و نقطه نظراتشون رو گفتن. امروز هم من دعوت کردم از همه این دوستان که تشریف بیارن و با هم به این موضوع بپردازیم و اگر بتوانیم یک جمع‌بندی بکنیم. این برنامه نسبتا طولانی میتونست باشه، قرار بود در 3 ساعت باشه که دوستان پیشنهاد کردن این رو به 2 قسمت تقسیم بکنیم. قسمت اولش رو امروز تقدیم حضورتون میکنیم، قسمت دومش رو از حالا قرار داشتیم که هفته آینده اول دسامبر و حدود ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس که میشه 2 بعد از ظهر کانادا و شرق آمریکا و 8 شب اروپای مرکزی و حدود 10:30 شب ایران میشه مجددا پخش بکنیم. تلاش جناب بانی عزیز این هستش که این برنامه از طریق یوتیوب به صورت مستقیم پخش بشه و امیدوار هستم که شما الان این رو هم این امکان رو داشته باشید. خب دوستان گرامی، امروز قرار ما بر این هست که عزیزان حاضر در این برنامه و به ترتیبی که به استودیو وارد شدن سخن رو آغاز کنن. 5 دقیقه از هر کدوم از دوستان تقاضا دارم که نقطه نظرات خودشون رو در مورد یک ایران آینده برای ایران، یک آینده ایدئالی رو که مد نظرشون هست و امیدوار هستن که در آینده بعد از جمهوری اسلامی در ایران اتفاق بیفته، برای ما توضیح بدن. من اجازه بفرمایید که عرض ادب و احترام کنم خدمت همه دوستان عزیز، آقای دکتر مریدی، آقای دکتر لاجوردی، آقای فرامرز طاهری، جناب دکتر جوادی و جناب هودشتیان گرامی. سپاسگزاری کنم از مهرشون، از اینکه پذیرفتن در این برنامه شرکت بکنن و از یکی که دوستان با اجازه از خیر دوستان از آقای
دکتر مریدی آغاز میکنیم که آقای دکتر در 5 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید که شما امیدوار هستید آینده ایران رو بعد از جمهوری اسلامی به چه شکلی ببینید. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب دکتر افتخاری از دعوتی که از بنده به عمل آوردید برای دومین بار در برنامه شما و در خدمت دوستان و سروران ارجمندی که همراه من هستند در این برنامه باشم و همینطور عرض سلام و درود به همه هموطنان عزیز ایرانی در هر جای دنیا که هستند صدا و تصویر ماها رو میبینند و میشنوند. برای آینده ایران طبیعتاً اون چیزی که مورد دلخواه همه ما هست و بنده هم یکی از اونها جامعه است دموکراتیک، جامعه که دولت و حکومت برخواسته از اراده ملت ایران هست. در یک همچین جامعه دولت و حکومت طبیعتاً از قضاوت جدا خواهد بود. دستگاه قضاوت کاملاً از دستگاه دولت مجزا هست و برای رسیدن به این جامعه به اصطلاح آرمانی در کشوری مثل ایران ما باید فرهنگ سازی بکنیم برای رسیدن به دموکراسی. دموکراسی تنها در انتخابات و مجلس شورای ملی یا شوراهای دیگر ختم نمیشه. دموکراسی پایه و اساس بنیادین لازم داره و اگر قرار دموکراسی در یک کشوری استمرار پیدا بکنه، مردم اون کشور هم به اصطلاح اون فرهنگ و اون رسومات دموکراسی رو باید یاد بگیرن، باید باش آشنا باشن و در ضمن همه ساکنان اون کشور از هر تباری هستن، از هر قومی هستن، تابع هر دین و مسلک و فرهنگ خاص خودشون هستن، همه با هم بتونن در اون جامعه خودشون رو مساوی همدیگر از نظر حق و حقوق احساس بکنن و خودشون رو در واقع تبعی اون کشور بدونن، خودشون رو مالک اون کشور بدونن، مالک اون خونه بدونن، در اون مملکت خودشون رو صاحب خونه بدونن. بنابراین ما در ایران آینده تنها این که بگوییم که ما میخوایم انتخابات آزاد داشته باشیم و حکومتی رو بیاریم سر کار، این کافی نیست برای استمرار دموکراسی. باید فرهیختگان ایرانی، باید نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشمندان، عامه مردم به یک حرکت مهم فرهنگ سازی در ایران ما باید رو بیاریم. ما این کار رو نکردیم. در عرض 100 سال گذشته در ایران متاسفانه وضعیت فرهنگی طوری بوده که بعضی از هموطنان ما خودشون رو در حاشیه و در کنار حس کردن. این هموطنان خودشون رو در بستر ملیت ایرانی نمیبینن. ما باید کاری بکنیم که همه مردم اون کشور، همونطور که عرض کردم، از هر تباری در هر گوشه کنار این مملکت که زندگی میکنن خودشون رو تبعی ایران بدونن، خودشون رو در ایران صاحب خونه بدونن و ما بتونیم به اصطلاح مؤسسات دموکراتیک رو که یکی شما انتخابات هست، مجلس هست و بعد دیگری اتحادیه کارگری است که خیلی مهمه و مؤسسات عام المنفعه دیگر، گروه های اجتماعی، بنابراین همه این تشکیلات باید در ایران آینده به وجود بیاد. به لازمه این هست که یک آموزش عمومی، در انگلیسی بهش میگن public education، آموزش عمومی، آموزش عامه باید به مردم داده بشه. باید یاد بگیریم که همه ما یکسان هستیم و بعضی از عادتهایی که ما در ایران در عرض به خصوص این 100 سال گذشته پیدا کردیم که ستیز ملیت‌های دیگر، ستیز همسایه‌هامون، اینها رو باید بگذاریم کنار و در واقع یک آموزش به خصوصی رو، آموزش به صورت امروزی مطابق با شؤونات قرن 21 بتونیم در ایران به وجود بیاریم تا همه بتونن در اون مملکت سهیم باشن و بتونن در استقرار و استمرار دموکراسی شرکت بکنن تا اون خانه بزرگ رو همه بتونن بعد از این همه خرابی هایی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در از این 43 سال آینده بتونن دست به دست هم بدن با اتحاد و یگانگی بتونن اون مملکت رو آباد کنن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. تاکید شما روی مسئله آموزش اجتماعی برای مردم است که باید تمرین دموکراسی بکنند و به خصوص مسئله قانون و اینکه انسان‌ها در مقابل قانون برابر باشن، عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی در جامعه برقرار بشه. احساس می‌کنم که شما مسئله به اصطلاح قوه قضاییه و قضاوت رو بسیار مهم می‌دونید و اون رو معتقدید که به واقع باید مستقل عمل کنه، تحت تأثیر سایر قوا قرار نگیره.
اجازه بفرمایید ضمن سپاسگزاری از شما بریم سراغ دوست عزیزمون جناب آقای دکتر علی جوادی. ضمن عرض ادب و غیر مقدم به شما دکتر جوادی گرامی، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید. من هم به شما و همه شرکت کنندگان در این پنل سلام گرم دارم و همچنین به بینندگان عزیز، و خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. من به عنوان یک فعال جنبش کمونیسم کارگری صحبت میکنم و نقطه نظراتی رو که مطرح میکنم در این راستا هستش اساسا. فکر میکنم برای ارائه بحث شاید لازم باشه اول فشرده نقطه نظرات خودم رو مطرح کنم، بعد بتونم در اجزا و ابعاد این مسئله بیشتر صحبت کنم. اگر از من بپرسن که شما برای چه جامعه مبارزه میکنید، میگم جامعه میخوام که مردم درش آزاد باشن، آزاد به معنای همه جانبه کلمه، برابر باشن، تبعیضی وجود نداشته باشه میان انسانها در جامعه، مرفه باشن، جامعه باشه که حکومت دین از حکومت جدا باشه، یک جامعه سکولار باشه، یک جامعه مدرن باشه و در این حال اقتصاد این جامعه مبتنی بر اقتصادی باشه که هدفش تولید سود برای سرمایه‌دار در جامعه نباشه، بلکه فعالیت اقتصادی معنای خودش رو در رفع نیازمندی‌های رو به گسترش جامعه و همگان تعریف بکنه. به یک اعتبار یک اقتصاد سوسیالیستی و از نقطه نظر ساختار حکومتی، ساختاری که مورد نظر من هست که مبتنی بر اراده مستقیم و آزاد و برابر همگان هست، یک ساختار شورایی هستش که در بالاترین شکل خودش یک حکومت شورایی رو به اصطلاح شکل میده. به این اعتبار آزادی، برابری، رفاه، عدالت اجتماعی، اقتصاد سوسیالیستی ابعاد مختلف پروژه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هستش که من مد نظر دارم برای آینده ایران. اما این معنای به هر حال در طول تاریخ این مفاهیم معنای جایگاه ویژه‌ای در مبارزات مردم داشتن، اما تصویر همگان الزاماً از آزادی، برابری، رفاه، عدالت الزاماً یکی نیست. نتیجتاً باید به کنه قضیه پرداخت و روشن کرد چی هست. ما در درجه اول برای جامعه مبارزه می‌کنیم که هیچ انسانی به خاطر عقیدش، به خاطر نقد، به خاطر باور، به خاطر ابراز وجود سیاسی نتونه مورد تعرض قرار بگیره. زندانی سیاسی وجود نداشته باشه، جامعه درش همگان آزاد باشند که بی قید و شرط نقد بکنن تمامی جوانب موجود در جامعه. ما جامعه میخواییم که درش اعدام وجود نداشته باشه. اعدام قتل عمد دولتی هست، یک جنایت آشکار هستش، باید بساط اعدام برچیده بشه. ما جامعه میخواییم که انسانها برابر باشن، زن و مرد برابر باشن، زن نیمه انسان در جامعه تعریف نشه، فرودست نباشه، مالک دیده شده باشه در جامعه، این انسان و تمامیت انسان باشه. نه تنها به معنای حقوقی انسانها برابر باشن، بلکه به معنای اجتماعی انسانها برابر باشن تا از امکانات و مواهبی که در جامعه تولید میشه به حاصل تعاون و تلاش همگانی هستش به میزان نیازشون برای رفع امکاناتشون بهره‌مند باشن و به میزان امکاناتشون برای رفع نیازمندی‌های خود و دیگران تلاش بکنن. ما جامعه میخواییم که امروزی باشه، رو به تحولات مدرن آینده داشته باشه، جامعه شرق زده، اسلام زده، عقب مانده، تهجر رو میخواییم به اصطلاح فرهنگش رو بر بچینیم. جامعه میخواییم که درش اثری از شکاف طبقاتی، اثری از فقر، بیخانمانی، محرومیت نباشه، گورخواب نداشته باشیم، کودک کار 5 تا 7 میلیون نداشته باشیم، سهم کارگر در اون جامعه استثمار و به اصطلاح محرومیت عظیم اجتماعی و زندگی زیر خط فقر مطلق نباشه، جامعه‌ای باشه که همگان بتونن از امکانات جامعه به میزان نیازشون بهره‌مند باشن و رفاه سهم همگان باشه، نه فقر سهم همگان باشه. ما جامعه‌ای می‌خوایم که به لحاظ سیاسی، ساختار سیاسیش این امکان رو به همه شهروندان ساکن در ایران میده که بتونن در حکومت شرکت بکنن، از طریق شوراهای محلی خودشون نمایندگان خودشون رو انتخاب بکنن، انتخاب بشن و عزل بشن و لازم نباشه برای تغییر حکومت
دست به قیام انقلاب زد، بلکه مردم بتونن هر زمان که اراده کنن انتخاب شدگان رو عزل کنن و افراد دیگری رو به اصطلاح جایگزینشون کنن و خودشون هر روزه با توجه به پیشرفت علم تکنولوژیک در جامعه بشری معاصر بتونن در تمام تصمیم گیری های به جامعه شرکت بکنن و در سوخت و سازش شرکت داشته باشن. به این اعتبار ما برای یک جامعه سوسیالیستی مبارزه میکنیم، مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی، ساختار حکومتیش مبتنی بر شوراهای مردمی در تمامی ابعاد جامعه، آزاد، برابر، مرفه، مبتنی بر جامعه‌ای که سکولار هست، مدرن هست، امروزی هست. این جامعه مورد نظر ما هستش. فکر میکنم 5 دقیقه من تموم شد. سپاسگزارم آقای دکتر جوادی. درک من از فرمایشات شما این هستش که آینده ایران رو برای شما زمانی ایده‌آل هست که در اون یک جامعه بر مبنای سوسیالیسم، عدالت اجتماعی، برابری انسان‌ها و به خصوص مسئله حقوق بانوان که سالهاست در ایران مورد ظلم و تعدی قرار گرفته میدونید. بسیار متشکرم از توضیحات شما. مطمئن هستم که بینندگان ما وقتی این صحبت‌ها رو می‌شنوند خواهند پرسید که چگونه، و ما به اونجا هم خواهیم رسید. دوستان فعلا مقدمه است، هر کدوم از دوستان آنچه که در ذهنیت دارند رو برای شما توضیح میدن. به بحث به بخش گفتگو بین متفکرین ما خواهیم پرداخت و دوستان از همدیگه سوالاتی خواهند کرد که گاهی سوالات سختی هم خواهد بود. اجازه بفرمایید سپاسگزاری کنم از حضور آقای دکتر هودشتیان عزیز، یکی از عزیزانی که به نظر من یکی از خوشفکرترین روشنفکران ما هستند امروز در جامعه و باعث افتخار و خوشنودی است که ایشان رو به عنوان دوست معرفی کنم. آقای دکتر هودشتیان عزیز هم خوش آمدید و هم بفرمایید. با درود به شما و دوستان و هموطنان. حالا من فکر کنم که به میزان خیلی بسیاری از ایدئال ایران امروز ما فاصله گرفته، و نه فقط ایران امروز ما بلکه جهان، در سیطره گستره شبکه‌های اجتماعی هرچی بیشتر واقع‌گرا و واقع‌بین شده. یعنی آنچه که من می‌بینم برای فردای ایران چیزی دور از دسترس نیست و ایدئال ما هم نباید خیلی دور از دسترس باشه، اگرچه ایدئال‌های بزرگ تخریبگر بودن تا تاریخ ساز. این رو در نظر داشته باشیم که آنچه که برای ایران نقصه که میپیچیم باید ببینیم تا چه میزانی واقعیت جامعه ایران با اون تناوبات و بالا بلندی های و پستی بلندی ها میتونه این پروژه ما رو بپذیره. بنابراین ایدئال ما پروژه ماست. پروژه ما تفاوتش با ایدئال ایدئال‌های بزرگ قرن بیستم اینه که قابل تحقق باشه، یعنی قابل دسترس باشه. بنابراین الان نگاه بکنید به جامعه ایران، ما شاهد دو واقعیت کلان هستیم. یکی اینکه یک فرهنگ استبدادی پایدار و پیوسته و تکرار شدنی رو داریم که هر حکومتی آمده است با شعارهای بالا بلند ولی به اصطلاح واقعیت استبداد رو تکرار کرده. یکی هم در کنار این و در فراتر از همه اینها در واقع یک رژیمی داریم که این فرهنگ رو آمیخته کرده با احساسات دینی انسان ها، احساسات دینی انسان ها که هر انسانی این آزادی رو داره که دین رو بپذیره، ولی زمانی که حکومتی میاد با این بازی میکنه و این رو دستخوش میکنه برای در واقع استقرار حکومتی خودش، این بزرگترین ضربه است به انسانیت. این هم آمده و روی اون فرهنگ استادی نشسته. بنابراین این دو تا واقعیت کلانه. واقعیت بعدی این است که ما در حال به هر ترتیبی انقلاب، کودتا، هر چی، این رژیم رو خاتمش رو خواهیم دید. یعنی فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی امروز یا فردا، دورتر یا زودتر متحقق خواهد شد. واقعیت نه ایدئال اینه که ما مواجه میشیم با یک دوران بسیار سخت و بسیار تند و تیزی به نام فروپاشی. بنابراین آنچه که ایدئال من این هست اینه که با این واقعیت چگونه برخورد بکنیم. این واقعیت فروپاشی این هستش که ما باید برای این فروپاشی و برای بعد از این فروپاشی برنامه داشته باشیم، نه ایدئال. و این اون چیزیست که به پرسش شما برمیگرده. حالا ما بگوییم که برای آینده ایران
چه چیزی در ذهن داریم، چه چیزی قابل تحققه، چه چیزی در دسترسه. آنچه که در دسترسه اینه که بزرگتری مسئله من و این ایدئال منه الان، یعنی ایدئال واقعی منه، اینه که بتوانیم آنچنان طرح و برنامه‌ای بریزیم که در مقام نخست امنیت رو در مملکت حفظ کنیم و امنیت رو پا به پای حفظ موازین دموکراسی حفظ بکنیم. یعنی دو تا پارامتری که بسیار سختن آمیزش اینا، هم امنیت رو ایجاد بکنیم که شرط و شروط اصلیش ایجاد یک دولت قدرتمنده، حاکمیت قدرتمنده، ارتش قدرتمنده، و دوم این که این ارتش و آن حاکمیت و ماهایی که امکاناً کمک میکنیم و باید کمک کنیم به حکومت بعدی دموکراتیک بمونه. بنابراین من ایدئال من داشتن اون الیت هاییست که بتونه اون الیت ها قانون اساسی دموکراتیک رو در ایران آینده ترسیم کنه و در مجلس مؤسسان اون رو به بحث و مشاوره و انتخابات بگذاره. این ایدئال منه، یعنی اون حکومتی که بتواند در حوزه سیاست و نه در حوزه اجتماعی، در حوزه قدرت سیاسی دموکراتیک باشه. این نخستین بند کاره. دومی بند کار این هستش که ما جامعه همون استبدادی است، جامعه اوسیان زده ای رو خواهیم دید در فردای فروپاشی، که باید بگیم با تمام افکار ایدئالمون چگونه با این واقعیت برخورد میکنیم، چگونه کنترل میکنیم این با واقعیت اوسیان، اجتماع اوسیان زده رو که اینا به هم نریزن، فرق پرستی و به اصطلاح زدن همدیگه، رفتن و انتقام جویی در فردای فروپاشی چگونه صورت میگیره. این حکومت حکومتی خواهد بود، آن حکومتی که ایدئال من هست در فردای فروپاشی، که باید بتواند از طریق نهادسازی، همچنان که جناب دکتر موریدی میگفتن، از طریق آموزش و پرورش، مرتبه به مرتبه، مرحله به مرحله، در اون ایدئالی که ما برای خودمون میسازیم، جامعه رو از حوزه دموکراسی سیاسی به حوزه دموکراسی اجتماعی منتقل کند، گام به گام. ما یک باره انتظار این که دموکراسی در فردای ایران داشته باشیم یک توهمی است که غیر قابل تحققه و ما رو باز می‌رسونه به اون ایدارهای بزرگ و غیر قابل دسترس. نمی‌دونم 5 دقیقه تموم شد یا نه. شکرم تموم شد. متشکرم آقای دکتر بودشتیان گرامی. استنباط من این است که می‌فرمایید مهم نیست که ایدئال ما چیست، مهم این استش که ببینیم در جامعه امروز ایران چه مطالبی میتونه جا بیفته. و تاکید شما روی این هستش که نظام در حال فروپاشی است، حالا یا از طریق مردم یا از درون، ولی ما باید آمادگی فردا رو داشته باشیم. بحث امنیت و حفظ چارچوب کشور در بعد از جمهوری اسلامی نقطه نظر مهمی است که شما بهش تاکید بکنید. برای اون معتقدید که باید طرح برنامه مشخصی داشته باشیم و امیدوار هستید که قانون اساسی ایران توسط فرهیختگانی تهیه بشود که با دید دموکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی این را تهیه بکنند و به مرور زمان با توجه به شرایط این در جامعه جا بیفته. متشکرم از توضیحاتی که دادید و اگر از فرمایید بریم سراغ جناب آقای فرامرز طاهری گرامی که به عنوان یک انسان مدار ببینیم نقطه نظرهایشون چیست و آینده ایران رو چگونه می‌بینن. بفرمایید آقای طاهری عزیز و بسیار سپاسگزارم از حضورتون. ابتدا درودی صمیمانه دارم خدمت شما و تمام میهمانان گرامی شما و همچنین بینندگان گرامی، و سپاسگزاری می‌کنم از مدیریت رسانه مانی و کلیه دست‌اندرکاران رسانه که شرایط این گفتمان رو برای ما فراهم کرد. به نظر انسان مداری مهمترین و اساسی ترین موضوع در مطالعه شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه تعریف و تثبیت درست و انسانی از جایگاه انسان در جامعه، فارغ از هر گونه جنسیت و باورهای اعتقادی و سیاسی که متاسفانه تا کنون در جامعه ایران کمتر بهش پرداخته شده. با توجه به چنین کمبودی بود که ما 2 سال پیش جبهه انسان مداران رو
با پیروی از جهانبینی انسان مداری تشکیل دادیم و بر اساس اون معتقدیم انسان سرچشمه تمام ارزش هاست. جامعه ایدال انسان مداری جامعه‌ای که در اون جان و کرامت انسان ها صرف نظر از جنسیت و اعتقادات و باورهای سیاسی و دینی به شکل کاملا قانونی و تأکید در قانون اساسی جدید نهادینه و حفظ بشه. البته باید یادآوری کنم که انسان مداری فقط یک تئوری یا یک پیکر ذهنی روشن فکرانه نیست، بلکه یه شیوه زندگی واقعی رو بازتاب میده که ما خود ما در کشورهای غربی که داریم زندگی میکنیم بسیار اون مشاهده میکنیم، شاهد اون هستیم. جامعه انسان مدار بر سه محور انسانیت، قانون و اخلاق اهداف خودش رو در حوزه‌های گوناگون با توجه به اهداف انسانی و اخلاق دنباله و پیگیری میکنه. در حوزه سیاسی اجتماعی و فرهنگی انسان مداری معتقده وجود مذهب دولتی یا حکومتی در قانون اساسی توهین به شعور انسان هاست، لذا خواهان حذف اون و حذف هر گونه ایدئولوژی از قانون اساسی. دومین هدف انسان مداری در حوزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناختن قدرت اجتماعی مردم به شکل کاملا روشن و شفاف و ذکر در قانون اساسی و تلاش برای تثبیت این قدرت در جامعه است. چون معتقدیم برای رسیدن به یک شرایط باثبات اجتماعی و زندگی بهتر انسانی باید به دنبال تقویت جامعه مدنی در ایران بود و قدرت اجتماعی مردم و سازماندهی اون برترین نهاد مدنی جوامع دموکراتیک. قدرت اجتماعی یعنی قدرت ملی و ما هر چقدر برای کسب و تثبیت اون توسط خود مردم دیرتر حرکت کنیم به همون میزان باید به حاکمای مستبد مذهبی و غیر مذهبی باج بدیم. حالا تمام این اهداف انسان مداری تنها در صورت وجود یک اقتصاد سالم زیر نظر مستقیم نهادهای مردمی در جامعه امکان پذیره. انسان مداری طرفدار اقتصاد سبز. از نظر ما اقتصاد باید در خدمت تعالی کرامت و رشد انسان ها و در تطابق با حفظ محیط زیست باشه، نه اینکه انسان در خدمت رشد اقتصادی و سود حداکثری قرار بگیره. الگوی اقتصادی مورد نظر ما ترکیبی از رشد، توسعه، نوآوری، رعایت محیط زیست، اشتغال، عدالت اجتماعی و تأمین معیشت تمام ساکنان ایران. در اقتصاد سبز مورد نظر ما معیار پیشرفت فقط سود حداکثری از طریق استثمار انسان و نابودی طبیعت نیست، بلکه ما خواهان ایجاد قدرت اقتصادی برای مردم هستیم. اقتصادی که در اون شهروندان جامعه خودشون مدیریت تولید و توزیع ثروت رو به عهده بگیرن. به همین منظور ما اقتصاد مبتنی بر تعاونی های مردمی رو پیشنهاد میدیم که در کنار حق مالکیت فردی و خصوصی با هم رقابت سالم و تحت نظارت مردمی بپردازن. حمایت های همه جانبه دولت انسان مدار از تعاونی ها و نظارت مستمر بر بخش های خصوصی برای پرداخت مالیات پلکانی بخشی از وظایف دولت در چنین شرایطی. شرکت های تعاونی هم بنگاه های اقتصادی هستند که توسط شهروندان تأسیس و مدیریت می شود. این نقطه نظرهای یک دولت انسان مدار. سپاسگزارم از شما. بسیار سپاسگزارم آقای طاهری گرامی و توضیحات بسیار خوبی که دادید. تاکید شما بر این هست که در آینده ایران انسان باید محور همه مسائل باشه و منافع مردم و
از طریق قدرت اجتماعی و تقویت قدرت اجتماعی و انتقال قدرت اقتصادی به مردم امکان پذیر هست. سپاسگزارم از توضیحات شما. بریم سراغ دوست عزیز و فرهیخته خودم جناب آقای دکتر لاجوردی گرامی که با تواضع کامل گفتن که من در انتها صحبت خواهم کرد. آقای دکتر لاجوردی بسیار خوش آمدید و سر و پا گوش هستیم به صحبت‌های شما. بفرمایید خواهش می‌کنم. من هم سلام می‌کنم به شما، جناب مانی گرامی، همه دوستانی که در این نشست حضور دارن و همه هموطنانی که ما رو دنبال می‌کنن. اینی که من خواهش کردم آخر سر باشم، میخواستم واقعا یاد بگیرم و بسیار یاد گرفتم و میخوام بگم که اگر 5 دقیقه فرصت دارم، در 5 ثانیه میگم همه این ایدئال‌ها ایدئال‌های منم هست، ولی میخوام که از این 5 دقیقه بیشتر استفاده بکنم و بگم که برای من آینده ایران به خصوص در یک محور اساسی قرار میگیره. آقای طاهری اشاره کردن به انسان مداری که بر اساس احترام و ارزش انسان باشه. منم یکی از رشته های تخصصیم جمعیت شناسیه و میگم که هر علمی در دنیا وقتی میخواد پیاده بشه باید اول جمعیت شناسی درش باشه، یعنی ما بفهمیم جمعیت چیه. حالا این دو بخشی که من میخوام بهش اشاره بکنم یک سرمنشأ داره و اون اعتماد اجتماعی است. ما تا نتوانیم به این اعتماد اجتماعی برسیم، به هیچ وجه من الوجود هیچ یک از این ایدئال هامون پیاده شدنی نیست. فقط عرض میکنم ببینید، بحث خیلی خیلی مشخص و روشنه. ما 43 سال کم و بیش حرف هامون رو داریم تکرار میکنیم، ایدئال هامون رو مطرح میکنیم، بسیارم با ارزشه. اگر که من رو به مخالفت با دموکراسی اعلام نکنند، خواهم گفت که من اصلا نمیبینم، دلم میخواد ایدئالم دموکراسی در آینده ایرانه، ولی نمیدونم که اگر یک نظرسنجی امروز از مردم ایران بکنیم، دموکراسی در چندمین نظر مردم ایران قرار میگیره که خواستار دموکراسی باشن. تصورم بر اینه که اگر که این نظرسنجی رو انجام بدیم، بیشتر مردم گله بکنن که به عنوان مثال دادگستری ندارن، چیزی که در 100 سال پیش تا حالا ما در انتظارش بودیم. امروز در این 43 سال گذشته برای هر نفر بزرگسال شاید متجاوز از 1 یا 2 پرونده در قوه قضاییه باشه. برای اون بچه هایی که من همیشه تو کتابم هم دلم شور میزند اووردم، دلم شور میزنه برای اون بچه ها وقتی که بر میخورم به سخنان هفته پیش مسئول آموزش پرورش که باید 1.5 میلیون الان ترک تحصیل داریم، در سال آینده در انتظار 3.2 میلیون نفر دیگه هم هستیم. نگرانیم بیشتر اینه که من ایدئال بزرگم که حالا شاید در بخش‌های دیگه بهش بپردازیم، این که این ایران باقی بمونه. این ایران چگونه باقی میمونه برای من مطرحه و اینجاست که بحث اصلیمو باز میکنم. ببینید، برای اینکه اون اعتماد اجتماعی به وجود بیاد، برای اینکه بتونیم ببینیم که نیازهای جامعه ایران با ایدئال‌های ما چقدر تفاوت داره، برای اینکه بتونیم که به حال یک جایی متمرکز بشیم روی این ایدئال ها، به نظر من یک راه حل وجود داره. اون راه حل یک صلح موقته، صلح موقتیه بین همه ما با همه تفکراتمون تا سرنگونی جمهوری اسلامی و این دیدگاه های زیبامون رو بتونیم به مرحله اجرا و انجام برسونیم. آیا به اونجا میرسیم؟ من امیدوار هستم برسیم، ولی 43 سال طول کشیده و ما نرسیدیم. ما با ایدئال هامون زندگی میکنیم. چقدر قشنگه، چقدر خوبه که من مرتب بگم دموکراسی خوب است، جمهوری اسلامی هم جنایتکار است. این عالی ترین مسئله ایه که وجود داره. آقای دکتر افتخاری، من بارها در برنامه های شما حضور پیدا کردم و مسائل مختلفی رو در خدمتتون گفتیم و مطرح کردیم، از ایدئال هامون، از آرزوهامون.
اجازه بدید که تکیه بکنم، تا نتوانیم اون اعتماد اجتماعی رو به دست بیاریم، هیچ گونه قدمی برای آرزوهای قشنگمون که دموکراسی است و مسائل دیگه‌ای که مطرح می‌کنیم رو بر نخواهیم داشت. در آخر عرایزم یک جمله‌ای رو خدمتتون بگم و انتقاد ملایمم رو بگم. ما از این 85 میلیون نفر جمعیت داخل و 6-7 میلیون جمعیت خارج، امروز فقط 5 نفر از مردان حضور دارند. امیدوار هستم که اگر نمیتونیم مساوی نصف به نصف باشیم، حداقل یکی دو نفر از خانم ها در این نشست ها حضور داشته باشن که ما با اون دیدگاه ها آشنا بشیم. بسیار سپاسگزارم. متشکرم دکتر لاجوردی گرامی. مثل همیشه من از جناب عالی آموختم. تاکید شما بر این هست که تا جامعه ما نتواند به یک مجموعه اعتماد کند و اعتماد داشته باشد، شاید حتی گام‌های اولیه رو هم ما نتوانیم به درستی برداریم. بحث باقی ماندن میهن با حضور یک همچین مادون حیواناتی در کشور امروز بحث جدی و واقعی است و مسئله امنیتی رو که آقای دکتر هودشکیان تاکید کردن از همین بابت هست که همه ما نگران آینده ایران هستیم که اصولاً کشوری به عنوان ایران باقی خواهد ماند یا تکه پاره خواهد شد. خب دوستان گرامی، خیلی سپاسگزارم و تا اینجا ما نقطه نظرات کلی شما عزیزان رو شنیدیم. بخش بعدی سوالاتی است که به صورت اساسی من از مجموع برنامه‌هایی که در خدمت شما عزیزان داشتم استخراج کردم که تقریبا سوالات مشترکی بوده یا اکثر سوالات رو این محور بوده. اولین سوال این بوده که آقا شما اقتصاد آینده ایران رو چگونه میبینید؟ که در این مورد آقای جناب طاهری عزیز خیلی خوب توضیح دادن، البته سایر دوستان هم فرصت خواهند داشت، آقای طاهری هم همینطور که توضیحات تکمیلیشون رو بدن. سوال بعدی سوال مربوط به فدرالیسم هست که بحث خودگردانی فدرالیسم، اینا مطالبی است که امروز مطرحه. بعضیا هنوز شما فیر رو نگفته، به جای فرسات میرن سراغ داستان تجزیه و خیانت و از اینجور حرفا که به نظر من منطقی نیست و باید باش برخورد بشه. و بحث سوم بحث زبان مادری است که بهش خواهیم پرداخت. بحث بعدی ما یا بحث چهارم ما تعیین تکلیف جنایتکاران جمهوری اسلامی است بعد از فروپاشی نظام، با این مادون حیوانات چه باید کرد. و بحث پنجم بحث اموالی است که اینها از مردم دزدیدن و امروز دارن باش کیف میکنن، این اموال چگونه باید در اختیار مردم قرار بگیره، روشش چه خواهد بود. اینها 5 سوال اساسی است که مردم دارن. البته امیدوارم بعد از پایان این برنامه سوالات دیگه هم اگر باشه مطرح کنن. ما امروز با توجه به وقت میخوایم که به یکی که این سوالات بپردازیم. در بخش اول بخش اقتصاد آینده ایران رو چگونه میبینید و چرا، من از دوستان عزیز خواهش میکنم همطور که لطف کردم در بخش اول 5 دقیقه زمان خودشون رو حفظ کردن، در اینجا هم حدود 1 تا 2 دقیقه در مورد اقتصاد مورد نظر خودشون به طور کلی توضیح بدن و البته اگر بتوانن مثال هایی هم براش بیارن بسیار عالی خواهد بود. باز برمیگردیم به همون ترتیبی که شروع کردیم، از جناب آقای دکتر موریدی عزیز خواهش بکنم نظرشون رو بفرمایند. خیلی متشکرم جناب دکتر افتخاری برای سوال بسیار به جایی که مطرح فرمودید. در ایران آینده بنده معتقدم که اقتصاد باید اقتصاد کاملا باز باشه، اقتصاد بازار آزاد باشه با کنترل های خاصی از طریق دولت. توضیحاً عرض میکنم که در یک همچین اقتصادی سیاست پولی کشور که توسط بانک مرکزی اداره میشه، بانک مرکزی هم همانند قوه قضاییه باید یک
تشکیلات کاملا مستقلی باشه، به این معنا که به هیچ وجه دولت، مجلس نتونن به بانک مرکزی دستور بدن که پول چاپ بکنه یا بهره‌های بانکی رو بالا ببره یا پایین بیاره. بنابراین سیاست پولی کشور باید در دست یک دستگاه کاملا تخصصی و مستقل از دولت باشه. خب در یک همچین اقتصادی شما ضمن این که اقتصاد بازار آزاد رو دارید، ولی اون معیارهای علم اقتصاد توسط یک تشکیلات کاملا مستقل از دولت میتونه جریان و مسیر حرکت اقتصادی رو به نحو خیلی بارزی میتونه در اختیار داشته باشه. دوم این که در یک همچین اقتصادی بانک‌های کشور، حالا هر بانک‌هایی که هستن، بانک‌های کشور زیر نظارت دولت قرار خواهد گرفت از نقطه نظر مدیریت، و در ضمن یک شورای مستقل میتونه نظارت بکنه بر امور فعالیت بانک‌ها. صنایع بنیادی مثل صنعت نفت و معادن قطعا باید در اختیار دولت باشه، و بعضی از صنایع دیگر مانند هواپیمایی به عنوان مثال یا راهن که بخش خصوصی نمیتونن یا شاید نباید در اونها سرمایه گذاری بکنن، در اختیار دولت خواهد بود. بخش انرژی برق به عنوان مثال در اختیار دولت خواهد بود. ولی در خیلی خیلی از جنبه های اقتصادی باید بازار آزاد باشه، ضمن اینکه دولت بتونه یک کنترل های روی جریان اقتصادی کشور داشته باشه. به خصوص از نقطه نظر مالیات ها، در یک همچین اقتصادی مالیات باید از همه گرفته بشه، و مالیات بر درآمد در واقع یکی از معیارهای بسیار مهمی هست که میتونه از تکثر ثروت در یک محل جلوگیری بکنه، به حد نامعقولش البته. و در ضمن با دولت و جامعه تشویق بکنن به مؤسسات عام المنفعه و دانشگاه ها به عنوان مثال باید به عنوان مؤسسات عام المنفعه اداره بشه، یا بیمارستان ها، ضمنی که دولت درشون سرمایه گذاری میکنه، کمک مالی میکنه، ولی به صورت مؤسسات عام المنفعه که مردم بتونن در مدیریت اینا سهیم باشن، و در ضمن مردم بتونن کمک مالی بکنن به این مؤسسات و بتونن از معافیت های مالیاتی هم استفاده بکنن. به هر حال مسئله مالیات مسئله بسیار مهمی خواهد بود در یک همچین سیستم اقتصادی. سپاسگزارم آقای دکتر. من یک نکته رو شاید من متوجه نشدم، مجبورم از شما بپرسم. فرمودید مدیریت بانک ها باید در اختیار دولت باشه، یعنی بانک خصوصی شما معتقد بهش نیستید؟ نه به هیچ وجه. بانک ها به نظر من میتونه بانک خصوصی باشه، ولی معیارهای مدیر اداره بانک ها باید توسط همه بانک مرکزی بتونه به اصطلاح اجرا بشه. من یه مثالی رو خدمتتون عرض کنم. وقتی در سال 2008 و 2008 و 2009 رکود اقتصادی شدیدی دنیا رو گرفت، بانک های امریکا بعضی هاشون ورشکسته شدن، ولی در کانادا هیچ بانکی نه تنها ورشکسته نشد، بلکه بانک ها تونستن به کار خودشون ادامه بدن. دلیل اصلیش این بود که در امریکا چون واقعا یک جامعه کاپیتالیستی محض هست، از همه کشورهای کاپیتالیستی تر هست، بانک ها هر کاری دلشون میخواست میکردن، در حالی که در کانادا اینچنین نبود. بانک ها تا حدی بر مبنای معیارهای خاصی میتونستن حرکت بکنن، نتیجتا تونستن خودشون رو در اون اقتصاد به اصطلاح رکود اقتصادی که پیش اومد تونستن حفظ بکنن. منم معتقدم که بانک ها میتونه خصوصی باشه، مردم میتونن سهام بانک ها رو بخرن، ولی بانک ها عملیاتشون باید تحت یک چارچوب به خصوصی باشه که بانک مرکزی تعیین میکنه. بله، پس منظورتون این هستش که بانک ها میتونن فعالیت بکنن اما تحت نظارت دولت و ضوابطی که بانک مرکزی براشون تعیین کرده. البته نظارت به اون معنا نیست که دولت دستور بهشون بده، ولی یک سری ضوابطی هست که در چارچوب اون ضوابط باید حرکت کنن، و مدیریت و تصمیم گیری هاشون اداره شون همه در اختیار همون هیئت مدیره خود بانک ها هست که سهامداراش اونها هیئت مدیره رو انتخاب میکنن. بله، سپاسگزارم. آقای دکتر مولیدی معتقد به اقتصاد بازار آزاد فری مارکت هستن و معتقدن که برای اینکه به کپیتالیسم تبدیل نشه و اون روش استثماری که در کپیتالیسم وجود داره دامن اقتصاد رو نگیره، نظارت دولت بر این مسائل بسیار مهمه. تفکیک بانک مرکزی از مجموعه دولت رو به عنوان یکی از راه‌ها برای ایجاد یک روش سالم در سیستم پولی کشور می‌دونن. آقای دکتر جوادی گرامی، سپاسگزارم از حوصله شما. می‌دونم در این بخش نقطه نظرات بسیار خوبی دارید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، برای پاسخ دادن به موزل اقتصادی جامعه و الگوی اقتصادی فردای ایران پس از جمهوری اسلامی که سرنگونیش به نظر من محتومه، مسئله بر سر زمان و چگونگیش هست، باید به این مسئله پرداخت که جامعه ایران دچار فقر عظیمی هستش. مردم دچار فقر عظیم هستن. اینم توضیح بدم که جامعه ایران جامعه ثروتمندی است، اما سهم اکثریت عظیم مردم در جامعه ایران فقر، زندگی زیر خط مطلق فقر، خط سیاه فقر، کودکان خار، کار، گورخوابی، گرسنگی، محرومیت و اینکه اقلام مورد نیاز زندگی انسان برای معاش خودش از سفرهشون خارج شده و نگاهی که به جامعه شما میکنید میبینید فقر و فحشا و بیخانمانی بیداد میکنه. طبق آمار خود جمهوری اسلامی بیش حدود 60 تا 70 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنن. درآمد متوسط کارگر در جامعه ایران ماهانه چیزی حدود بر فرض 4 میلیون یا 5 میلیون باشه، حداقل درآمد مثلا 3 میلیون باشه، اما خط فقر 12 میلیون تعیین شده. نتیجتاً هر الگوی اقتصادی که به مسئله اقتصاد بپردازه باید به این پاسخ بده، بگه ریشه فقر و فلاکت در جامعه ایران کجاست و برای از بین بردن فقر و فلاکت اگر پروژه‌ای داشته باشه نتیجتا باید به دست به ریشه ببره و مناسبات اقتصادی اجتماعی که تولید کننده و باز تولید کننده فقر و فلاکت در جامعه هست رو بتونه برطرف بکنه. از نقطه نظر من تنها یک نظام اقتصادی که هدفش از فعالیت اقتصادی نه تولید سود برای سرمایه دار، نه انباشت ثروت برای اقلیت استثمارگر حاکم در جامعه، بلکه تأمین رفاه همگان باشه، تأمین رفاه همگان میتونه الگوی اقتصادی باشه که اسمشو بذاریم الگوی انسانی، اسمشو بذاریم الگوی اقتصاد سوسیالیستی. تمام متفکرین قرن 19 قرن 20 همه بر این متفق القول هستن که منشأ ارزش در جامعه نیروی کار کارگر هستش که تبدیل به کالا شده، اما سهم خود کارگر که تولید کننده و خالق ارزش در جامعه هستش محرومیت، شکاف طبقاتی، فقر، بی‌عدالتی و غیره است. این وارونگی جامعه طبقاتی معاصر رو که ریشه در مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری داره باید دگرگون کرد. اما وقتی که شما به جامعه ایران میرسید میبینید سهم کارگر بسیار کمتر، محرومتر، پایین‌تر از سهم کارگر در جوامع برفر سرمایه‌داری اروپایی و غیره هستش، چرا که الگوی اقتصادی جامعه ایران مبتنی بر کار ارزان، نیروی کار ارزان و کارگر خاموش هست و سرمایه‌داری در جامعه کنونی ایران هیچ دستاوردی غیر از این نداشته. نتیجتاً هر نوع حفظ و تداوم مناسبات سرمایه‌داری چیزی بیشتر از اون چیزی که تاکنون تولید کرده نمیتونه ایجاد بکنه، به این اعتبار فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی رو حفظ میکنه. به منظور از پایان دادن به این مناسبات باید دست به ریشه برد، کار بزرگ سترگی رو باید انجام داد، اقتصاد رو در خدمت منفعت و رفاه مردم باید قرار داد، در رفاه جامعه قرار داد، هر کس به اندازه توان خودش تلاش کنه، هر کس به اندازه نیاز خودش سعی کنه که امکاناتی رو که داره به اصطلاح برطرف بکنه. خانواده رو در نظر بگیرید، یخچالی داره، هر کسی میتونه تو اعضای خانواده بره دمش سر یخچال هر چی که میخواد برداره بخوره به میزان نیازش، کاری هم که تو خانه هست انجام میده. یک همچین الگویی به نظر من الگوی مناسبی برای جامعه آتی ایران خواهد بود. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر جوادی گرامی. پس نقطه نظر شما این است که ما بریم ببینیم ریشه این فقری که در جامعه به وجود آمده از کجاست و به اون بپردازیم. بنابراین معتقد هستید که یک تغییرات اساسی اصولا در سیستم اقتصادی ایران باید داده بشه و سیستم پیشنهادی شما سیستم سوسیالیستی است. بله، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر هودشتیان گرامی بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، تشکر خدمتتون هستم. خب من انتظار داشتم که جناب جوادی اندکی بیشتر طرح خودشون رو توضیح میدادن، بیشتر زمان رو گذاشتن برای انتقاد از سیستم موجود. پرسش این نبود، این بود که همچنان که جناب مریدی خیلی به وضوح و به طور خیلی روشنی طرح خودشون رو عنوان کردن، من فکر کنم که خب ما سه مدل اقتصادی داشتیم و داریم: یه مدل دولتی، اقتصاد دولتی، یه مدل اقتصادی که پیشنهاد میده دولت زیاد نظارت نداشته باشه در اقتصاد که بهش میگیم نئولیبرالیسم، اقتصاد دولتی هم که همون سوسیالیست کمونیستی هست،
و اقتصاد نیمه دولتی، اون چیزی است که در واقع اشاره میشه، یعنی اقتصادی که هر دوی اینها، یعنی اقتصاد نیمه دولتی یا اقتصاد کاملا غیر دولتی، سرمایه‌داری هست، هیچ چیز غیر از این نیست و همه نظام‌های سرمایه‌داری لیبرال هست در واقع، مطابق با ورشن ها و به اصطلاح خروجی های متعدد. خب اون چیزی که ما میبینیم در ایران آینده اینی که ما نمیتونیم تو جامعه‌ای داشته باشیم که دولت درش، یعنی بازاری داشته باشیم یا اقتصادی داشته باشیم که دولت درش شرکت نداشته باشه. میبایست که یک مقدار معینی رگولیشن یا قاعده مندی در اقتصاد به وجود بیاد و همچنان که ما در کشورهای دیگه هم دیدیم، و میبایست که به خصوص و به خصوص اقتصاددان ایرانی، اقتصاددانان ایرانی بر اساس تناسب ها و توانمندی های جامعه ایران مدل اقتصادی رو بریزن، نه بر اساس آنچه که در کشورهای دیگه بوده و خوب عمل کرده. اما من خودم معتقد هستم که ما بهترین مدل اقتصاد و اقتصاد نئوکلاسیک لیبرال میدونم به اعتقاد من، و اونم اقتصاد کینز هست که در واقع در این حال که بازم اقتصاد سرمایه‌داری، البته سرمایه‌داری لیبراله، منتها در این حال که این نظام سرمایه‌داری بر اساس بازار آزاد کار میکنه، دولت به واسطه فسادی که در جامعه امروز وجود داره، جناب جوادی خوب گفتن، و به واسطه عدم کنترل اقتصاد، دولت میباید یه مقداری نظارت داشته باشه، مقداری برخی بخش‌های اقتصاد رو آنچنان که جناب جوادی گفتن تحت نظارت و کنترل داشته باشه، و این نظارت و کنترل دست اندازی نیست، ایجاد قاعده مندی است، رگولیشن. ایجاد قاعده مندی با دست اندازی فرق میکنه، یعنی شما باید اون کاری که میکنین که در اون کار آزاد هستین یه سری ضوابط رو رعایت بکنین، از این حد بیشتر نرید. در بقیه موارد بازار آزاده و در رقابت اقتصادی هستید. ما دو نوع رقابت رو در آینده ایران در حوزه اقتصاد نیاز داریم، یکی رقابت داخلی در چارچوبه فردگرایی اقتصاد لیبرال که من میگویم اقتصاد لیبرال سوسیال دموکراتیک، یعنی هم دولت باشد، هم نظارت دولت باشد، و هم اقتصاد باز و آزاد باشه. این رقابت، رقابت آغازین اولیه پایه‌ای در چارچوبه جامعه داخلی ایرانه، و یک رقابت بین‌المللی احتیاج داریم که اقتصاد جامعه بر اساس تناسب‌های بین‌المللی بتونه رقابت کنه، آنچنان که هیچ ارتباطی هم با سیاست نداره، حتی دیکتاتورها این کارو میکنن، آنچنان که هیتلر کرد، آنچنان که استالین کرد، اینا در رقابت بین‌المللی. چرا این مهمه؟ مدلش مدل کره جنوبی هست، به عنوان اقتصاد بین‌الملل دارم میگم، که به خاطر رقابت با کشورها و کارخانجات و تولیدهای دیگه اقتصاد خودش دائما داره میکشه بالا، بدون اینکه لزوما به طور لجام‌گسیخته‌ای به فساد منجر بشه. این مدل به نظر من اقتصاد کینزی هست که با مراتب دقیق نسبت به ویژگی‌های جامعه ایران باید مدل برداری بشه، نه کپی برداری بشه. ما کپی نمیتونیم برای ایران آینده داشته باشیم. با تشکر. خیلی متشکرم آقای دکتر دشتیان گرامی. داره یه مقدار خط و خطوط بازتر میشه، یعنی الان مشخص شد که تعدادی از دوستان، مشخصا جناب علی و آقای دکتر مریدی، معتقد هستید به نوع اقتصاد سرمایه‌داری که در اون دولت نظارت بکنه. شما به طور مشخص معتقد هستید که اقتصاد کینز و کینزیان ها میتواند برای ایران مؤثر باشد، به شرط اینکه تقلید نکنیم، بلکه بیاییم و اون رو بومی بکنیم و با توجه به شرایط اقتصادی ایران امروز در اون جهت گام برداریم، که بسیار کار دقیق و مهمی است اگر بخوایم وارد این قضیه بشیم. آقای دکتر جوادی معتقد هستند که برای برهم زدن این مناسبات نامناسبی که در جامعه وجود داره باید به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی رفت و با ایجاد حکومت شوراهای مردمی میتوان این اقتصاد رو پیش برد. معتقد هستند که دولت بعد باید وظیفه داره که نظارت کنه، اما شاید نظارت اصلی رو باید به عهده شوراها و شوراهای مردمی گذاشت تا مراقبت بکنن که اقتصاد در جهت صحیح خودش پیش بره.
ما دوستان گرامی در این بخش وعده میدم که در هفته آینده بحث مناظره رو خواهیم گذاشت و دوستان نقطه نظرات همدیگر رو نقد خواهند کرد. فعلا ما فقط نقطه نظرات رو میپرسیم و در اون بحث نقد من هم ممکنه نظراتی داشته باشم که خدمت دوستان عرض خواهم کرد. اجازه فرمایید که البته آقای جناب طاهری عزیز نقطه نظرات اقتصادی رو هم تا حدی توضیح دادن، ولی فرصت دارم که اگر موضوع تکمیلی هست اشاره بکنن، مسئله اقتصاد کینزیان، مسئله سوسیالیسم و یا نیولیبرالیسم در اقتصاد، کدام یکی از اینها در مکتب انسان مداری جا میگیره؟ جناب طاهری عزیز بفرمایید. خواهشون. با توجه به توضیحاتی که قبلا دادم، من فکر میکنم اقتصاد سبز هم بخشی از همون اقتصاد کینز باشه که آقای هودشتیان فرمودند، ولی ما در مسئله انسان مداری به دنبال واقعا یک اقتصاد برتری هستیم. ببینید، ایجاد قدرت اقتصادی برای مردم همراه با ایجاد قدرت اجتماعی براشون دو تا ستون اصلی برای ایجاد و استمرار یه جامعه انسان مدار و دموکراتیک در ایران. برای همینم ما به قدرت اجتماعی اصرار و پافشاری داریم. در سایه قدرت اجتماعی معتقدیم میتوانیم ایجاد قدرت اقتصادی برای مردم را هم فراهم کنیم. از نظر ما پیشرفت‌های علمی و صنعتی و اقتصادی کشور در وهله اول باید در خدمت انسان ایرانی و آرامش اون باشه، نه اینکه علم و صنعت و اقتصاد کشور در خدمت تأمین منافع یک اقلیت محدود قرار بگیره و به منافع اکثریت جامعه لطمه بزنه. اقتصاد به صورت کلی نباید طبیعت رو قربانی کنه. تأمین نیازهای مردم باید بر اساس رعایت ضروریات حفظ محیط زیست و حیات وحش از یک سو و به کارگیری ارزش‌های اخلاقی از سوی دیگه باشه. هر گونه طرحی که بخواد لطمه دراز مدتی به طبیعت بزنه باید مورد اطلاع تمام مسئولین و مردم و نهادهای مدنی جامعه قرار بگیره و اونها بتوانن درش دخالت کنن. هیچ کس نباید حق داشته باشه به واسطه ثروت و قدرت خودش آسیب دراز مدت و غیر قابل جبرانی به طبیعت یا منافع جمعی شهروندان وارد کنه. بله، این اقتصاد مسائل بسیار زیادی رو در خودش داره. تنها این که بپردازیم به این که اقتصاد باید سوسیالیستی باشه یا سرمایه داری مسئله و مشکل اساسی ما رو در جامعه ایران حل نمی‌کنه. ما باید به نحوی حرکت کنیم که قدرت اقتصادی برای مردم ایران فراهم بشن، یعنی این مردم هم در روش تولید و هم در روش توزیع مشارکت تمام داشته باشند. در واقع حفظ عدالت اجتماعی، ماهیت انسانی، اخلاق مداری و سلامت روابط میان تولید کنندگان و صاحبان امکانات تولیدی و رعایت حال محیط زیست از جمله شاخص‌های تعیین کننده در اقتصاد انسان مداریه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب طاهری عزیز. پس رؤوس مطالب مورد نظر شما این هستش که اقتصاد فقط بر مبنای اینکه سود حد اکثری باشد در جامعه انسان مداران آینده ایران جایی ندارد. اقتصاد باید در خدمت مردم، جامعه و محیط زیست باشد تا از این طریق بتواند خدمتگزار جامعه باشد. بحث حفظ محیط زیست بحث بسیار مهمی است. مسئله گرمایش زمین امروز یکی از معضلات اساسی انسان‌ها شده و اون هم سوء استفاده است که انسان‌ها از منابع زمین برای سود حداکثری می‌برند که خب امروز
نتایجش رو داریم ببینیم. بسیار متشکرم. پس اگر موافق باشید خدمت آقای دکتر لاجوردی عزیز بریم و نقطه نظرات ایشون رو در رابطه با نوع اقتصادی که در آینده باید در ایران باشه بپرسیم. آقای دکتر لاجوردی بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله آقای دکتر افتخاری، من تصورم بر اینه که بحث اقتصادی در اینجا یک بحث کاملا تخصصی است، یعنی اینکه من میتونم ایدئال های خودم رو بگم ولی من اقتصاددان نیستم و جامعه اقتصادی ایران هم امروز میتونیم بهش برخورد بکنیم که چه سیستمی رو در آینده بهش بپردازیم. اگر 5 سال دیگه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، اگر به گفته اون نماینده مجلسی که دیروز حرف زده دولت آقای روحانی 300,000 میلیارد تومان بدهی بالا آورده، بعد 5 سال چه اتفاقی خواهد افتاد، اشکال متفاوتی پیدا میکنه. ولی من تصورم بر اینه که هر سیستم اقتصادی، چه سیستم سوسیالیستی چه سیستم بازار آزاد، اگر بخواد در آینده ایران محور قرار بگیره، باید بحث اقتصادی در ایران آینده رو طبقه بندی چند ساله کرد. به عنوان مثال در 5 سال اول گفت که اقتصاد ایران باید عدالت محور باشه، اقتصاد سوسیالیستی باشه، بتونه برسه به این مجموعه مردم گرسنه و زیر خط فقر. بعد از 5 سال باز تجدید نظر بشه و ببینن به کجا میتونه رجعت پیدا بکنه. من فکر کنم که اگر ما بتوانیم در این دوره اولیه 5 ساله‌ای که همونطوری که عرض کردم اقتصاد عدالت محور یا اقتصاد سوسیالیستی باشه برخورد بکنیم، 2 عامل باید وجود داشته باشه که در هر کشوری اگر بخواد قدم به پیشرفت بگذاره باید رعایت بشه. 2 استقلال، یکی استقلال بانک مرکزی و یکی استقلال آمار و جمعیت یک کشوره. اگر این رو مستقل نباشه ما هیچی در اختیارمون نخواهد بود. ولی باور من اینه که باید تقسیم بندی دوره‌ای کرد و دوره اول حتما اقتصاد عدالت محور سوسیالیستی و دوران تبعیض مثبت باشه برای جامعه ایران که ما در کجا قرار گرفتیم. ولی باز تاکید و تکرار میکنم یه بحث 100% تخصصی است و باید که در نهایت بحث جدیتری روش انجام بشه. در آخرین قسمت عرضم یه نکته ای رو اشاره بکنم. چند سال پیش که ما یک برنامه رو برای آینده ایران در انجمن پژوهشگران ایران ارائه کردیم، گروه اقتصاد ما از 7 نفر تشکیل می شد که به مدت 6 ماه روی این قضیه کار بکنن و پیشنهادات خودشون رو ارائه بکنن و اون وقت روش بشه در داخل و خارج اظهار نظر کرد. سپاسگزارم. بسیار متشکرم آقای دکتر لاجوردی گرامی. تاکید شما بر این هست که همطور که دوستان دیگر هم اشاره کردن، دوست آقای ریدشتیان، بحث اقتصاد ایران و آینده اقتصادی ایران برمیگرده به آن چیزی که باقی میماند از جمهوری اسلامی و باید با استفاده از روش‌های درست این رو در خدمت جامعه قرار داد. بحث استقلال بانک مرکزی به عنوان نقطه مهمی که شما برامون تاکید کردید. خب بفرمایید. فقط یه نکته خیلی کوتاه و اون اینه که اقتصاد امروز ایران این مریضیه که به اورژانس میبرنش. بعد از اینکه از اورژانس اومد بیرون اون وقت بحث تخصصی تر پیش میاد. ارزی نداره. بله کاملا برنامه‌ش درستیست، برای اینکه این ناعدالتی که در جامعه هست رو شما نمیتوانید ادامه بدهید و از مردم بخواید که آقا صبر کن، مثلا 5 سال دیگه برنامه اقتصادی ما به ثمر میرسه. شما باید برنامه ضربتی داشته باشید برای برخورد با این فقر و فلاکتی که در جامعه ایجاد شده، برای استانهایی که درشون ظلم شده مثل استان سیستان و بلوچستان یا کردستان یا سایر استانهایی که واقعا بهشون ظلم شده، باید برنامه‌ای ضربتی داشته باشید که این ممکنه حالا تا بخوای شما برنامه سوسیالیستی رو اجرا بکنی زمان ببره و اونها
در فشار و گرفتاری باقی بمونن که انشالله خوب میشه در آینده. همون تبعیض مثبت. بله، بسیار نکته درستی رو فرمودید. خب دوستان بینندگان عزیز، ما فرصتمون تقریبا داره رو به پایان میره. به این دلیل و دوستان، بعضی از دوستان به دلیل مشغله قبلی مجبور هستن که حتی زودتر ما رو ترک بکنن، که من به این وسیله ازشون خواهش میکنم اگر صحبتاشون رو کردن و نیاز هست که تشریف ببرن میتونن این کار رو بکنن. ما میفهمیم موضوع رو، که درک میکنیم این مطلب رو. سوال دومی که مطرح هست و هر کدوم از دوستان فعلا در حد توضیح کلی نظرشون رو بفرماین، عرض کردم در برنامه بعدی ما میایم روی قسمت مناظره و همدیگر رو به چالش میکشیم. البته چالشی که انسانهای فرهیخته با هم دارن و اون چالش فرهنگی و علمی است، نه شخصی. هیچ کدوم از اینجا، ما همه این دوستانی که اینجا میبینید دوست هستن و احترام فوق‌العاده برای هم قائل هستن. ممکنه عقایدشون با هم فرق بکنه، ولی این فریختگی رو دارن که شخصیت همدیگر رو کاملا مورد احترام قرار میدن. بنابراین انتظار مناظره جنجالی و اینجور مسائل نداشته باشید. مناظره انسانهای فریخته است و خواهید دید که چگونه اجرا خواهد شد. اما سؤالی که الان مطرح است و من از هر کدوم از دوستان تقاضا میکنم در حد 2 تا 3 دقیقه نقطه نظرشون رو بفرمایند، سوالی است که در مورد مسئله فدرالیسم در ایران مطرح میشه، که خب من زیاد بازش نمی کنم چون همه شما باش آشنا هستید و یکی از علتهاش هم اصولا ظلمی است که در استانهای مختلف به گروهای مختلف شده توسط دولت‌های مرکزی و زمینه رو برای بحث حتی متاسفانه تجزیه هم باز کرده. ولی من مطمئن هستم که دوستان توضیح میدن که بحث خودگردانی یا فدرالیسم چیست و چه فرقی با مسئله تجزیه و جدایی از ایران داره. آقای دکتر مریدی گرامی، خواهش میکنم نقطه نظرتون رو بفرمایید. خیلی متشکرم از سوالتون جناب دکتر افتخاری، و این هم یکی از سوالاتی است که واقعا در ایران و بین مردم و فرهیختگان سیاسی فعالین مطرح است. به نظر من همونطور که شما اشاره فرمودید، در ارتباط با این موضوع فدرالیسم 2 تفکر یا 3 تفکر به نظر من میرسه که در بین فرهیختگان وجود داره. یک تفکر این است که بله، ما ایران رو باید به همون سبک دوران گذشته یا دوره فعلی به صورت کاملا متمرکز اداره بکنیم، و تفکر بعدی این است که نه دیگه، ملیت‌های ایران یا قومیت‌های یا اونهایی که در تبارهای مردمان غیر فارسی ایران به این شکل من مطرح کنم، اونها هم در اون سمت میگوین که نه، سالیان سال و قرنه هاست که ما، حالا قرنه ها که چه ارز کنم، مدت هاست برحال ما به این سیستم نمیتونیم در داخل ایران زندگی بکنیم، ما باید از ایران جدا بشیم. بنابراین این دو فکر رو به نظر میکنی در جامعه در بین فعالین سیاسی دو قطب کاملا متضاد هست. این وسط در واقع تفکر بسیار وسط که هست، این تفکر این است که ما کشور ایران رو بتونیم به صورت غیر متمرکز، بعضیا از کلمه غیر متمرکز خوششون نمیاد، میگم فدرال، و بعضی وقتی میگه فدرال، فدرالیسم رو معادل تجزیه طلبی میدونن. و جالب هست که جناب دکتر افتخاری، بعضی از این دوستان خودشون الان در کشورهایی که به صورت فدرال اداره میشن زندگی میکنن و اون کشورها کاملا منسجم هستن. بنابراین این تفکرات هست، ولی واقعیت امر این است که به نظر من ایران یک کشور بزرگی است با اقوام گوناگون، با تبارهای گوناگون، با فرهنگهای گوناگون، با ارسم زبانهای گوناگون، با مذاهب گوناگون، یک همچین کشوری با آب‌هوای گوناگون، یک همچین کشوری رو نمیشه بس در قرن 21 از طریق یک شهر به نام تهران که خودش یک موزل بزرگی برای ایران هست الان از نقطه نظر مدیریتی اداره کرد. بهترین سبک همون سبک غیر متمرکز یا فدرال، من هر دو کلمه رو به کار میبرم، برای اینکه هر دو رو من یکی میدونم، و باید تعریف بشه منظور از فدرال چی هست. ما در دنیا 52 کشور داریم که به صورت فدرال اداره میشن، و کشورهای فدرال هم همه درجات گوناگونی دارن، همونطور که دکتر هودشتیان هم اشاره کردن در ارتباط، یا بقیه دوستان هم همینطور در ارتباط با شرایط ایران، ما نمیتونیم از جای کپی بکنیم.
باید یاد بگیریم ببینیم که مثلا همین کانادای فدرال چطور اداره میشه، امریکایی که شما در زندگی میکنید چطور اداره میشه، آلمان فدرالی که جناب مانی در زندگی میکنن چگونه اداره میشه، بلژیک فدرال چگونه اداره میشه، انگلستانی که بعضی از دوستان زندگی میکنن چجوری اداره میشه، حتی روسیه هم امروز به صورت فدرال اداره میشه، چین هم به صورت فدرال اداره میشه. ما هم برای ایران، مدیریت ایران، من صحبت اسم و عنوان اینجا نمی کنم، برای مدیریت درست کشور ایران باید یک سیستم جدیدی رو ما ایرانی ها باید بشونیم ابداع بکنیم، و برای ابداع اون هم لازم است که سیستم های فدرال دنیا، سیستم های مدیریت غیر متمرکز در کشورهای گوناگون رو مطالعه بکنیم و بعد یک طرح برای آینده ایران پیاده بکنیم که کشور ما اون 85 میلیون بشه به نحو احسن هم خودشون اداره بکنن مملکت رو، دستی داشته باشن در مدیریت کشور در کل، در مدیریت استان خودشون، در مدیریت شهر خودشون، در مدیریت مدارس خودشون، در مدیریت بیمارستان‌های خودشون، و در ضمن اون جامعه هم به صورت به نحو احسنی بتونه اداره بشه و آبادانی سازندگی درش شروع بشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مریدی. پس تاکید شما بر این هستش که فدرالیسم یا عدم تمرکز میتواند جوابگوی معضلاتی که امروز به وجود آمده برای جامعه باشه، و من احتمال میدم که از این طریق بتوان عدالت اجتماعی رو تقویت کرد با روش‌های درستی که البته در رابطه با مسئله فدرالیسم یا خودگردانی در منطقه بشه ایجاد کرد. آقای دکتر جوادی گرامی بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم برخلاف صحبت آقای مریدی عزیز، فدرالیسم یک نسخه سیاسی برای رو در رو قرار دادن بخش‌های مختلف جامعه، الساق هویت‌های قومی بر بخش‌هایی از جامعه و در نتیجه رو در رو قرار دادن و شکل دادن به یک تاریخ سیاه و خونین در تحولات آتی جامعه ایران خواهد بود. توضیح میدم. به لحاظ حکومتی، فدرالیسم شکل یا روی دیگه سکه حکومت مذهبی هست که هویت قومی رو در مقابل هویت مذهبی یا در کنار هویت مذهبی وارد ارکان حاکمیت و شالوده حکومت سیاسی در جامعه ایران میکنه. حکومت فدرال یعنی مبتنی هست بر تقسیم کردن جامعه به اقوام مختلف و سرزمین‌های مختلف که دعوا بر سر سرزمین‌ها، دعوا بر سر به اصطلاح مکان حوزه حکومت در هر کدوم از فدرال‌ها به یک جنگ خونین منجر خواهد شد، که جنگ در یوگسلاوی یا در سایر کشورهایی که جریانات قومی به جون هم افتادن شیرازه جامعه رو میتونه نابود بکنه. فدرالیسم مساوی دموکراسی به معنای عامش یا به معنای غیر متمرکز کردن حکومت در جامعه نیست، بلکه به معنای هویت قومی بخشیدن و هویت قومی رو مبنای شالوده حکومت قرار دادن است. برخلاف صحبت‌هایی که معمولا میشه که مثال آمریکا یا کانادا یا کشورهای دیگه رو میزنن، اینا حکومت‌های مبتنی بر اقوام مختلف به اصطلاح در جامعه نیستن، فدرال‌های استان هستن. سوال در مقابل فدرالیستا در جامعه ایران این هستش که در جامعه تهران که تمام به اصطلاح مردم منتسب به زبان‌های دیگه زندگی می‌کنن، حکومت فدرال می‌خواد چیکار بکنه؟ آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخشایی از کردستان، لرستان و کهگیلیه که مردم منتسب به زبان‌های مختلف به اصطلاح زندگی می‌کنن، چگونه قراره تقسیم بشه؟ چه جنگ‌های خونینی، چه کشتارهایی، چه گورهای دست جمعی باید شکل بگیره تا به اصطلاح حکومت‌های فدرال به یک توازنی برسن و بگن دیگه حالا آروم شدن و یک حکومت فدرال خواهیم داشت؟ من فکر می‌کنم حکومت فدرالیسم نسخه برای نابودی، برای قتل عام، برای کشتار در جامعه هست و سمه برای آتی ایران. اما اون چیزی که باید صورت بگیره رفع تبعیض. اتفاقا فدرالیسم نسخه‌ای برای رفع تبعیض نیست.
فرد برفرض منتسب ترک زبان در جامعه فدرال کردستان فرد متساوی الحقوق با سایر شهروندانی که به زبان دیگر تکلم میکنن نخواهد بود، بلکه فرد فرودست خواهد بود. به این اعتبار تبعیض نهادینه شده بر مبنای قومیت در جامعه تداوم پیدا میکنه. من فکر میکنم جامعه آتی ایران باید شهروندان متساوی الحقوق برابر مستقل از اینکه چه کجا متولد شدن، به چه زبانی تکلم میکنن، چه جنسیتی دارن، چه سکسی دارن، چه علاقه سکسی دارن و غیره و غیره، بتونن زندگی بکنن. هر فردی یک رأی داشته باشه و در شوراهای محلی خودش بتونه انتخاب بکنه، بتونه انتخاب بشه و تصمیمات بر مبنای اداره شورایی بره بالا. به این اعتبار هم تبعیض از بین رفته، هم سیستمی که شکل میگیره منبعث و برخواسته از اراده مستقیم مردم در جامعه هستش و ما شاهد این جنگ‌های خونی نخواهیم بود. فدرالیسم نسخه‌ای برای نابودی جامعه است. جناب دکتر افتخاری اگر اجازه بدید من یه توضیح مختصری بدم در این مورد. جناب دکتر جوادی عرایز بنده رو مساوی کردن با فدرالیسم قومی که به هیچ وجه مورد نظر من نبوده و نیست. فدرالیسم بر مبنای همین استانهای فعلی کشور یک روشی برای مدیریت هست، نه فدرالیسم قومی. من نظرم این نبود که ایران رو بر مبنای قومیت ها بخوایم دوباره خط‌کشی بکنیم. بله، اینکه فرضشون اینه که مثلا ما چند تا آذربایجان داریم. آذربایجان الان کجاست؟ فدرالیسم مبتنی که بر آذربایجان هست بر مبنای جغرافیای استانی جمهوری اسلامی، فدرالیستای آذری از شما نمیپذیرن این رو. میگن تمام به اصطلاح بخشای منطقه غرب ایران متعلق به شمال غربی ایران متعلق به اینا هستش. این دعوا بر سر سرزمین هاست. نتیجتا فدرالیسم بر ایران تنها قومیه. دوستان گرامی، ما به بخشی میرسیم که شما میتونید نظرات همدیگر رو مورد چالش قرار بدید و در اونجا فرصت به اندازه کافی است. الان واقعا فرصتی نیست که به این موضوع بپردازیم. الان فقط نقطه نظرات رو میخوایم بدونیم. آقای دکتر مریدی نظرشون فدرالیسم بر مبنای تقسیم بندی موجود و استنباط من این بود که خودگردانی توسط مسئولین و مردم خود منطقه باید باشه. آقای دکتر جوادی تصورشون این هستش که این میتونه رسمیت بخشیدن به قومیت و نژاد باشه در یک مجموعه و باعث درگیری بشه و جنگ‌های بدی را بین اقوام مختلف به وجود بیاره که حالا اینو مورد بحث قرار خواهیم داد. بریم سراغ آقای دکتر بودشتیان گرامی و نقطه نظر ایشون رو در این مورد جویا میشیم. بفرمایید آقای دکتر. بله، تشکر. خب روشن بود که آنچه که دکتر جوادی عزیز میگن در واقع همون فدرالیسم قومیه. من در فکر کنم که درکی که ایشون دارن این که فدرالیسم که حتی استانی باشه از نگاه ایشون به فدرالیسم قومی میانجامه. بنابراین نکته ای هستش که باید دو چندان بهش توجه کرد. شاید قطره‌ای از واقعیت توی این گفتار باشه. بنابراین باید توجه مجدد کرد که آیا فدرالیسم به اصطلاح استانی نینجامه به فدرالیسم قومی. آنچه که دکتر مریدی میگفتند و فکر میکنم همین است که بیشتر در بحث‌های امروز وجود داره، این فدرالیسم در واقع استانی است که بعد ما خط‌کشی فدرالیسم استانی موضوع بحث بسیار جدل‌انگیزی خواهد بود که بخش‌هایی از صحبت دکتر جوادی میتونه توش مورد توجه باید قرار بگیره که نکنه این به اون منجر بشه، یعنی استانی به قومی بدل بشه و دوباره جنگ‌ها و خونریزی صورت بگیره. آنچه که اینجا میتونه دخالتگر باشه در واقع مجلس مؤسسان آینده است، یعنی مجلس مؤسسان آینده است که تعیین باید بکنه که بالاخره در نهایت کی چقدر ببره و کی در چه مقام و جایگاهی وجود داره. دو نظریه اینجا وجود، دو تا نکته رو میتونیم بگیم. یک اینکه قانون اساسی آینده حقوق برابر برای همه اقوام سر فارس و ترک و کرد نداریم، ایران و ایرانی داریم. دو، نجات ملی مساوی است با حفظ تمامیت ارضی و حفظ تمامیت ارضی به این معناست که هر کس به اندازه نیازش نه به اندازه بارش میبره
به اندازه نیازش، یعنی این که اگر بلوچستان نیاز زیاد داره، خوزستان نبگوید که بار من خیلی سنگینه، من الان خیلی تولید نفت دارم، برای من ثروتمندتر باید باشم. نه خیر، باید حکومت مرکزی برداره بده به بلوچستان. این به معنی این که تساوی حقوق باید وجود داشته باشه، تساوی در امر توسعه، آنچنان که خب جناب لاجوردی گفتن عدالت محور باشه، من معتقدم توسعه محور باید باشه اقتصاد آینده ایران. ما از عدالت خیلی توسعه مهمه بر اساس عدالت. بنابراین من فکر کنم که آنچه که در آینده ایران هست، من از به اصطلاح فکر و طرح غیر متمرکز دفاع میکنم و فکر نمیکنم تا حد دانش محدود بنده غیر متمرکز همان فدرالیست باشه. ما الان مدل های اقتصاد سیستم کشورداری غیر متمرکز داریم که فدرالیست نیستن، از جمله فرانسه که متمرکز بود، متمرکز تام و تمام بود، رفرنس اصلی تمام پروژه های به اصطلاح حکومت داری بود در رابطه تمرکز گرایی، ولی امروز غیر متمرکز شده است. یعنی همه امکانات در پایین و شمال و جنوب فرانسه وجود داره، این غیر متمرکزه ولی فدرالیست نیست. حالا شاید این احتمالا مدل خوبی باشه برای ایران، ولی واقعا نقص پیشتن از حالا در این زمان خیلی سخته. میتونیم بحث بکنیم، مجلس باید بنشینه، توانمندی هر استان رو، هر منطقه رو تشخیص بده، از تقسیم قومی باید حذر کرد، بلکه به تقسیم استانی باید رجوع کرد. من فکر کنم این مسئله، یعنی موضوع غیر متمرکز بودن، بسیار بسیار مهمه. از دوران پهلوی باید گذر بکنیم به دوران عدالت خواهی و تساوی به اصطلاح اقوام و تساوی حقوق مساوی اقوام برسیم. سپاسگزارم آقای دکتر بودشتیان گرامی. بحث داره روشن‌تر میشه. آقای دکتر بودشتیان معتقد هستند که بحث غیر متمرکز بودن تصمیمات میتونه بسیار از مشکلات حل کنه. اینکه یه عده‌ای در تهران بشینن و برای استان خوزستان یا بلوچستان تصمیم بگیرن شاید خیلی منطقی نباشه و این تصمیمات رو میشه در خود منطقه گرفت. بحث توسعه محوری جامعه بحث اساسی است که میتواند به بسیاری از حتی اختلافات خاتمه بدهد. اگر شما در سیستان و بلوچستان بتوانید با تقویت زیربناهای اقتصادی توسعه ایجاد بکنید، اختلافات یا اعتراضات کاهش پیدا میکنه، چون مردم احساس میکنن که داره در کشور و در منطقهشون امکانات خوبی به وجود میاد. حالا این رو دولت باید بکنه یا دولت مرکزی، حالا دولت مرکزی نگیم، مسئولین مرکزی این رو به عهده بگیرن، چقدر مؤثره؟ یا اینکه همین تصمیمات در تهران توسط یه عده‌ای که شاید تا حالا بلوچستان از نزدیکم ندیدن گرفته بشود چقدر موثره؟ اینو مورد بحث قرار بدیم. بریم نظر جناب آقای طاهری گرامی رو در این مورد بپرسیم که آیا معتقد هستید که بحث خودگردانی میتواند برای آینده ایران موثر باشد یا همین سیستم متمرکز کافی است؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم جناب افتخاری. به نظر من ما به خاطر کم کردن حساسیت بیاییم فدرالیسم رو برداریم و همون خودگردانی استانی رو ازش استفاده بکنیم. خودگردانی استانی انسان مداری نه تنها باش مخالفتی نداره، بلکه معتقده که تمام مسئولان دولتی استان باید از مردم محلی همون استان تعیین بشن و حتی پاره ای از قوانین اداره جامعه زیر نظر با تصویب همون مسئولین به اجرا در میاد. محدوده این اختیارات در قانون اساسی مشخص میشه و توسط دولت به مسئولا ابلاغ میشه. اساساً تمرکز زدایی یکی از اقدامات مؤثره برای توسعه کشورها. لذا اگر مسئولین بتوانند با تأثیر بر شهروندان خودشون باعث نهادینه شدن انسان مداری در استانا بشن و با تأثیر بر رهبران سیاسی هویت قانونی استانهای خودگردان رو به شکل مطلوب تعریف کنن، میتونیم امیدوار باشیم با وجود قدرت اجتماعی مردم
و تشکیل سازمان‌های مردم نهادی که نظارت بر کار و فعالیت مسئولین به عهده دارن به شرایط مطلوب خودگردانی دست پیدا کنه. اما انسان مداری با هر گونه افکار تجزیه طلبانه به شدت مخالفه و معتقده که تصمیمات کلان مملکت نظیر سیاست‌های خارجی، حفظ تمامیت ارضی و سایر قوانین کلان باید در اختیار دولت مرکزی باشه. ما معتقدیم، حتی معتقدیم خودگردانی شدن استان‌ها منجر به افزایش نشاط عمومی، پایداری درآمد، نمیدونم بهبود شرایط اقتصادی و کارایی در ارائه خدمات میشه که این کنش‌ها سرانجام میتونه منجر به تقویت انسان مداری و حاکمیت قانون اخلاق در کشور بشه. سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب طاهری عزیز. پس از فرمایش شما من نتیجه‌گیری میکنم که معتقد هستید که بحث خودگردانی به مفهوم آن که اداره استان توسط مردم همون استان بشه و انتخاب مسئولین هر استان توسط خود مردم بشه و استاندار، فرماندار، شهردار، مسئولین اصلی کشور یا استان توسط رأی مستقیم خود مردم انتخاب بشود، اما در چارچوب قانون اساسی و قوانین اصلی کشور. تفکیک شما این استش که مسئولیت‌های بزرگ مثل مسئله امنیت کشور، مسئله روابط خارجی با کشورهای دیگر، مسئله نظارت بر اقتصاد کشور، اینا نکاتی است که باید توسط دولت مرکزی انجام بشه. سپاسگزارم به سخنران این آخرین بخش از این برنامه. به آقای دکتر لاجوردی عزیز می‌پردازیم و نظرشون رو در این مورد جویا می‌شم. بفرمایید. سپاسگزارم. ببینید دوستان، بحث فدرالیسم، بحث تمرکز، عدم تمرکز از چه زمانی اصلا پیش آمده؟ از زمان تشکیل دولت ملت. قبل از اون که وجود نداشته. قبل از اون به هر حال سیستم های دیکتاتوری بودن، سیستم های سلطنتی مطلقه بودن و در همه جای دنیا هم یکی بوده. بحثی که وجود داره، برگردیم به جامعه خودمون، از زمان مشروطیت که بحث انجمنهای ایالت ولایتی پیش میاد. من وارد این قضایا نمیشم چون وعده دادید که در جلسات بعدی میشه با در موردش صحبت کرد. نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه، اول صحبتم در قسمت اول گفتم من میخوام ایران باقی بمونه. باقی موندن ایران به چه شکل خواهد بود؟ پیشنهادم اینه که واژه فدرالیسم رو عوض بکنیم، یه چیز دیگه ای در موردش استفاده بکنیم. این واژه ای که ترس رو به وجود آورده رو از میون برداریم، واقعیت هاش رو نگاه بکنیم. برمیگرده به صحبت جناب دکتر مریدی، یک نکته ای رو اشاره کردن خیلی جالبه. بیایم یک طرحی رو ابداع بکنیم، ببینیم که چی کار میخوایم برای ایران بکنیم. بحث جدی تری وجود داره تو این 100 ساله، فارغ از دوران نمیدونم پهلوی اول و دوم، فارغ از دوران 43 ساله اخیر، نیازهای اجتماعی سیاسی به وجود آمده. اینها رو باید پاسخگو بود. من تو یکی از این کنفرانس‌ها یک مقاله رو مطرح کردم تحت این عنوان که بیایم حکومت تهران را به حکومت ایران بدل کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که این حق رو به وجود بیاریم. هر اسم میخواید روش بگذارید، هر سیستمی رو که حالا جناب طاهری اشاره کردن، نمیدونم اقتصاد، نمیدونم ارتش، نمیدونم چی در اختیار دولت مرکزی باشه نباشه، هیچ کدوم اینا من الان واردش اصلا نمیشم چون زمانش نیست، ولی میخوام بگم که اون طرحی رو که ما میتوانیم در این زمینه به وجود بیاریم، اون بتونه پاسخگوی خواستهای جامعه باشه. دو سه سال پیش منو دعوت کردن به سوئیس که در مورد فدرالیسم در ایران صحبت بکنیم. من خب امتناع کردم از رفتنم، گفتم که سوئیسی ها نمیتونن برای من مسئله فدرالیسم رو مطرح بکنن و خواستهای جامعه ایران رو. ما خواستهای جامعه ایران، دکتر هودشتیان اشاره کردن به مجلس مؤسسان،
آرزو و امید من اینه که ما یه روزی بعد از جمهوری اسلامی اون حداقل دموکراسی رو به وجود بیاریم که بتونیم نمایندگان واقعی مردم رو در مجلس مؤسسان ایجاد بکنیم، حضورشون رو در اونجا این تصمیم گیری بشه و بتونیم که ببینیم که چه نیازهایی وجود داره، چه خواستهایی وجود داره، چرا این خواستها و نیازها میتونه به تجزیه طلبی، به جامعه باز، به جامعه فدرال، به جامعه عدم تمرکز و یا چی بدل بشه. اونجا به نظر من مهمترین عامله، ولی باز در این قسمت هم تاکید میکنم بحث آقای دکتر افتخاری بحث خیلی خیلی جدیه که باید که روش بیشتر تمرکز کرد. عرضی ندارم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر لاجوردی گرامی و همونطور که فرمودید بله بحث جدیست، بحثی است که فقط بحث خودش به عنوان نمیدونم فدرالیسم یا خودگردانی نیست، بحث این هستش که اثرش بر توسعه آینده ایران چه خواهد بود و آیا مانع ایجاد خواهد کرد، آیا باعث درگیری خواهد شد آنطور که نظر آقای دکتر جوادی است، یا اینکه نه این میتواند شروع یک آینده بهتر و امیدوار کننده تر برای مردم ایران باشد آنطور که نظر آیه طاهری عزیز. خب دوستان عزیز، ما به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. از اینکه بهش توجه کردید سپاسگزارم. آیه دکتر مریدی یک جلسه داشتن که از مدت ها پیش باید برنامه‌ریزی شده بود، تشریف ببرن، ناچار شدن که با همه شما دوستان بدرود بگن و عذرخواهی کردن که نتوانستن تا پایان باشن. من اجازه میخوام که سپاس فراوان کنم از دوستان عزیزم که امروز تشریف آوردن، با دانش خودشون این بحث رو به واقع پیش بردن و غنا بخشیدن و این وعده رو به شما بینندگان عزیز بدم که این برنامه رو با هفته آینده خواهیم داشت. در هفته آینده خب زمان بیشتری خواهیم داشت که دوستان به نقطه نظرات همدیگر بپردازن و سوالاتی اگر از هم دارن مطرح کنن تا اینها واضح و روشن در حضور شما پاسخ داده بشه و جای سوالی باقی نماند. البته قضاوت کننده شما هستید که این برنامه رو میبینید. باز هم تاکید میکنم هدف این برنامه ایجاد یک نوع تفکر اجتماعی است در ما ایرانی ها که بعد از پایان جمهوری اسلامی این بار بدانیم که دنبال چه باشیم، بنابراین به شکل مطالبات اجتماعی برای حکومت آینده است. ما در سال 57 مطالبه اجتماعی نداشتیم، بیشتر حرفای کلی که جامعه بی طبقه توحیدی خیلی چیز خوبیه، حالا چه جوری و به کجا میرسه کاری نداشتیم. این که آقا اصلا جمهوری اسلامی هم دموکرات هم نمیدونم فلانه، یادتون میاد یا آقای سنجابی اینا رو بس ما تعریف میکرد، ما هم فکر میکردیم که خب اینا بزرگان جامعه ما، وقتی اینو میگه لابد یه چیزی میدونه. میگه امروز میفهمیم که خودش هم نمیدونست چی میگفت. برعکس میخوام که این بار ما ایرانی ها نه فقط روشنفکران ما، بلکه مردم ایران، مردم عادی، یک تصور مشخص از آینده داشته باشن. اگر بحث اقتصاد پیش میاد، بالاخره شما با توجه به صحبتایی که امروز شنیدید خودتون صاحب یک قضاوت میشید که آره این اقتصاد به نظر من چیز خوبیه، تبدیل به مطالبه شما میشه. اگه بحث فدرالیسم، جدایی، تجزیه اینا بیش میاد، دیگه خودم عرض میکنم گیج نمیخوریم که آخه یعنی چی میگه. قشنگ داریم توضیح میدیم که آقا خودگردانی، فدرالیسم یا نه دولت مرکزی. بحث اقتصاد پیش میاد، هر چیزی که صحبتش پیش میاد میتوانیم یک ایده داشته باشیم. این اون چیزیست که مد نظر تلویزیون ما نیست و امیدوار هستم که ما در این مسیر موفق باشیم. در این مسیر عزیزانی مثل جناب آقای لاجوردی، جناب آقای دکتر جوادی، جناب آقای طاهری و جناب آقای هودشتیان به ما کمک دارن میکنن و آقای جناب آقای مریدی که بتوانیم یک تصور مشخصی رو برای آینده در ذهن شما عزیزان به وجود بیاریم. از اینکه به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم. از همه دوستانی که تشریف آوردن سپاسگزارم.
و از شما عزیزان خواهش میکنم با دیدن این برنامه نقطه نظراتتون رو بنویسید، سوالاتی اگر دارید مطرح بفرمایید تا در هفته آینده به اونها بپردازیم. من در اینجا با سپاس از جناب مانی گرامی که این امکانات رو ایجاد فراهم کردن به همه شما عزیزان تا برنامه